سه چهار تا اشکال مهم در دلالت این حدیث و مفاد این حدیث راجع به نیابت خاص امام زمان وجود داره مر آیه دوانی در کتاب مهدی موعود خودش صفحه 911 میگه این روایت مربوط میشه به قیام ابو مسلم خراسانی در زمان مروان آخرین خلیفه اموی آقای ابو مسلم خراسانی رفت در بغداد و کوفه در عراق یک بچه خردسال بود و بالاخره به خاطر دوستی با پدرش یک تعداد از دوستای پدرش گرفتار شده بود حکومت عموی اینها را گرفته بود عقده داشت از حکومت عموی رفت و خلاصه در اونجا تا اینکه در دربار از ای استفاده کردن این آقایون عباسی پرورش دادن بر علیه حکومت عموی تا قیام کنه این آقا هم قیام کرد با پرچم های سیاه رنگ از طرف خراسان به حمایت حکومت عباسی آقای دوانی میگه این روایت ببینید وقتی حضرت امام صادق علیه السلام را گفتن اگر پرچم های سیاه از طرف خراسان بلند شد آیا ما بریم از این پرچم ها حمایت کنیم یا نه حضرت فرمودن نه برید در خانه های خودتون بشینید تا زمانی که ما به یک کسی که مورد اعتماد ما هست اتفاق نظر داشته باشیم به با شما شیعه ها بگیم برید زیر پرچم او او زمان این حد دو به صلاح نهضت کنید قیام کنید آمادگی بگیرید بالاخره صلاح تهیه کنید برید بر علیه حکومت و دستگاه ظالم با این پرچم همکاری کنید آقای دوانی میگه این روایت مربوط به دوران ابو مسلم خراسانی اصلا ربط به قیام حضرت مهدی نداره چون اونها به همین کیفیت آمدن پرچمهای خودشان را بلند کردند بعد حضرت امام هم میدانست که ابو مسلم خراسانی حکومت را به ائمه تحویل نمیده حکومت را میگیره برای خودش یا برای خاندان عباسی برای توجه کارا از حمایت امام برخوردار میشه میگه ما مثلا امام رو دوست داریم در حال کمیشه چیزی نیست پس با این حکومت با این دولت با این پرچمها اصلا همکاری نکنید این یک احتمال سه دقیقه وقت داریم بله احتمال دیگرش اینه که این روایت به کسان مثل مهدی عباسی چون آقای مهدی عباسی هم فکر میکرد یعنی اندیشش این بود در ظاهرم تظاهر میکرد که ما از حمایت ائمه برخورداریم و خودش را مهدی معرفی میکرد امام زمان معرفی میکرد شاید این روایات این روایت یک از احتمالاتش این باشه که امام گفته باشه با ای آقا شما همکاری نکنید دروغ میزنه مهدی عباسی ادعای مهدویت میکنه او مهدی نیست پس امام صادق دستور داده گفته برید اگر کسی سوال کرد ما با این آقای مهدی عباسی که ادعای نیابت میکنه یا ادعای امام زمانی میکنه کاری کنیم یا نه حضرت فرمود برید نه این هم کاری نکنید دروغ گوییم احتمال دیگرش اینه که احتمال در این روایات در برابر کسانی که اینها احساسات افراطی داشته مثل سودایر وارد شده باشه آقای سودایر یکی از بود که اکثرا به حضرت امام امام صادق میفرمود مرف خدمت امام کو از شاگردان خاصش از اصحاب خاصش بود یک مقدار ساده دل بود به تعبیر یک مقدار آدم احساسی بود محضر امام که مرسید میگفت خب چرا خانه نشستی؟ چرا قیام نمکنی؟ در روایت هست والله ما از القعود قود در کافی جلد دو صفحه دیویس و دو این روایت وجود داره حضرت این روایت هم طولانیه محضر امام رسید گفت خب آقا جان والله الان زمان بسیار قیام است بعد حضرت فرمود ما یاری نداریم یاری نداریم گفت نه شما هزار نفر یار دارید بعد دو هزار نصف دنیا با شما بعد میگه زمانی که بالاخره قضیه اتفاق افتاد حضرت اینه برد در کنار خودش گفت بیا بریم نگاه کنیم. یک چراگاهی رفت ایده تا گفت اونجا بود میچرید گفت اگر به اندازه همین تا ما یار داشته باشیم قیام میکنو. اما نداریم لذا حضرت میفرماید الان زمان قیام کردن نیست وقتی زمان قیام کردن نیست پس باید در خانه های خود بشینید تا زمانی که ما آمادگی داشته باشیم مردم آمادگی داشته باشه اجتماع آمادگی داشته باشه و در نتیجه اون چی که تا اینجا خدمت شما و بیندگان از ارز کردیم اینه که این روایت هم از نظر سند مشکل داره هم از نظر دلالت اصلا ربط به نیابت خاص نداره و چه برسه به اینکه ما بیایم این روایت را خواب نما بدانیم و بگیم ای با خواب میای نایب خاص معرفی میکنه ای دیگه اب عدل بعد است و در نتیجه این روایت به درد این مطلب اصلا نمیخوره اینها با مقالطه و توجیه آمدن این روایت رو دلیل نیابت خاص برای خودشون گرفتن